تکه هایی از یک کل منسجم. پارت سوم. اگر ما یک رفتار غالب داریم، مثلا اغلب عصبانی هستیم و یا بی‌تفاوت هستیم و یا مثلا در حال گریه یا در حال مهربانی کردن و خندیدن هستیم، احتمال ایجاد مشکل در رابطه با دیگران برای ما بیشتر است. در واقع قرار است ما احساس را حس کنیم و رفتارهای مناسبی را برای بروز احساسهایمان بیاموزیم. در جهان درونی ما هر احساسی شکل خاصی دارد و اگر رابطه ما با درونمان خوب باشد می توانیم هر احساس را حس کنیم و اجازه دهیم احساسها در بدنمان جریان داشته باشند. احساسات برای حس شدن به وجود آمدند، نه سرکوب و فرار. دنیای احساسات دنیای زیبایی است که معمولاً با آن غریبه هستیم و در بیشتر مواقع یا از آنها می ترسیم و یا آنها را سرکوب می کنیم. این غریبگی از اطرافیانمان آموخته ایم. زمانی که متوجه شدیم احساسهای ما می تواند به ما آسیب بزند. در کودکی و نوجوانی بسیار به ما آموختند که احساسها آسیب می‌زنند و این تهدیدها ما را ترسانده و بیشتر از دنیای درونیمان دور کرده است. پدر و یا مادری را در نظر بگیرید که به فرزندش می‌گوید گریه نکن. مرد که گریه نمی‌کند. یا مثلا می‌گوید بلند نخند، زشت است. و یا جملات معروفی که بسیار زیاد استفاده می شود. بعد هر خنده گریه است، مواظب باش و از این دست. در تمام این جمله ها نوعی تهدید را می بینیم که مواظب احساس های خود باش و آنها را سرکوب کن. غافل از این که این سرکوب احساس هاست که به ما و رابطه های من و اول از همه به رابطه خودمان با درونمان آسیب می زند. احساس ها هیچگاه آسیب زننده نیستند و حس کردن آنها هیچ مشکلی را به وجود نمی آورد. احساس ها بخشی از دنیای درونی ما و بخشی از هستی هستند. چطور ممکن است چیزی که با ما زاده شده است به ما آسیب بزند؟ هر آنچه که در بدن ما تعبیه شده است و در ساختار بدن انسان وجود دارد کمک کننده است. احساسات به ما کمک می کنند که بتوانیم از دردها و مشکلات دنیا گذر کنیم و به ما کمک می کنند با دیگران ارتباط برقرار کنیم. به ما کمک می کنند که رفتارهای مناسب و صادقانه با خودمان و آدمهای دیگر داشته باشیم و در نهایت دیگران را بهتر درک کنیم و همچنین خودمان و جهان درونیمان را بشناسیم. احساس ها قرار است حس شود و با رفتاری مناسب ابراز شود. گاهی هنر، زبان و رفتاری می شود که به صورت مناسب می تواند احساس ها را نشان دهد و ابراز کند. مانند نقاشی ها، مجسمه ها، شعر ها و داستان ها همه نشان دهنده احساس های درونی هنرمند هستند. به راستی تبدیل احساسها، مخصوصاً احساسهای ناخوشایند به رفتار مناسب هنری است که بسیاری از آدمها از آن بی نصیب هستند. زمانی که حس شود و ما بتوانیم دنیای درونی من را ببینیم، می توانیم متوجه شویم که قدرت تبدیل احساس و یک رفتار مناسب را داریم و زمانی که قدرت انتخاب رفتار مناسب در دست های ما باشد، ما تبدیل به هنرمندی می شویم که می تواند در رابطه های سالم تر و آگاهانه تر قرار بگیرد. زمانی که ما می توانیم دنیای درونی من را درک کنیم و اضطراب و احساسات را حس کنیم، آنگاه در رابطه سالم و آگاهانه با خودمان قرار می گیریم. پس رابطه سالم درونی یعنی حس کردن و آگاه شدن به آنچه به طور فیزیکی در درونمان رخ می دهد. و وقتی نوع رابطه با خودمان تغییر پیدا می کند و آگاهی ما نسبت به دنیای درونی من بالاتر می رود، نوع رابطه ما با دیگران نیز تغییر پیدا می کند. حالا متوجه می شویم که آیا رابطه ما با دیگری آسیب زاست یا نه و از روی علائم بدنی می توانیم
بفهمیم در درونمان چه می‌گذرد و وقتی با فردی معاشرت می‌کنیم حتی متوجه خواهیم شد چه رفتارهایی داریم و چه رفتارهایی می‌تواند به رابطه ما آسیب بزند و می‌توانیم در رفع آنها تلاش کنیم و مهمتر از همه آگاه شدن به ماهیت دنیای درونی مفهوم خوشبختی را در ما تغییر می‌دهد و نوع نگاه ما را به روابطی که داریم تغییر می‌دهد. جهان درونی ما از اضطراب و احساس تشکیل شده است. پس بسیار ناپایدار است. در واقع ما با آگاه شدن به درونمان حقیقتی را در میابیم که شاید بسیار متفاوت باشد از آن چیزی که در کتاب‌ها و فیلم‌ها و رمان‌ها میابیم. جهان درونی ما جهانی ناپایدار و مملو از نوسان است. نوسان‌هایی بین اضطراب و احساس. پس ما هیچگاه نمیتوانیم دائما در یک حال به سر ببریم. دنیای بیرون و اتفاقهای زندگی و افکار ما در ما اضطراب و احساس را بیدار می کند و ما نمی توانیم مدام خوشحال باشیم. نمی توانیم همیشه آرام باشیم. پس به نظر می رسد که مفهوم خوشبختی در اینجا تغییر پیدا می کند. سه افسانه در مورد خوشبختی وجود دارد که دکتر راس هریس آنها را فریب در معنای خوشبختی می داند. افسانه غیر واقعی اول. خوشحالی حالت طبیعی انسان است. بسیاری از ما فکر می‌کنیم خوشحالی حالت طبیعی بدن ماست و ما در طول روز باید خوشحال باشیم. حالا با توجه به ماهیت دنیای ناپایدار درونی، آیا می‌توانیم این افسانه را باور کنیم؟ واقعیت این است که دنیای درون مجموعه‌ای از احساسات متفاوت است و احساس‌ها نیز مانند آب و هوا دائما در حال تغییر هستند و ما قطعاً نمی‌توانیم همیشه خوشحال باشیم. حالت طبیعی انسان تغییر مداوم احساس هاست و خوشحالی و شاد بودن یکی از احساس‌هایی است که ما در جریان زندگی تجربه می‌کنیم. افسانه غیر واقعی دوم. خوشبختی یعنی احساس خوب داشتن. اگر به معنای خوشبختی در فرهنگ لغت نگاه کنیم، متوجه می شویم که خوشبختی یعنی رضایت و لذت. اما اگر تصور شما از خوشبختی این است، شما هیچگاه احساس خوشبختی پایدار نخواهید داشت، چون احساسهای خوب پایدار نیستند. به شادترین لحظات زندگیتان نگاه کنید، چقدر آن لحظات قبل از آن که دوباره ناامیدی و استراب برگردد دوام آوردند. خوشبختی یعنی پذیرفتن و زندگی کردن همه احساسهایی که انسان در زندگی میتواند داشته باشد. هر اتفاقی در زندگی در کنار احساسهای خوبی که به ما میدهد، احساسهای دردناکی هم به ما میدهد. افسانه غیر واقعی سوم. اگر خوشحال باشید، حتما نقشی دارید. در این افسانه به ما القا می شود که احساسها چندان طبیعی نیستند و شاید حتی ما را به سمتی سوق دهند که برای رهایی از احساسهای تلخ به قرص و دارو روی آوریم، در صورتی که اگر خوشحال نیستید طبیعی هستید، چرا که زندگی سخت است. زندگی سخت و چالش انگیز است و این واقعیت به این معناست که ما نمی توانیم همیشه خوشحال باشیم و این نشان دهنده نقص نیست. حال با توجه به ماهیت جهان درونیمان و تعریف‌های اشتباهی که از خوشبختی به ما داده اند، پس معنای خوشبختی چیست؟ در مورد معنای خوشبختی تعریف‌ها و دیدگاه‌های زیادی وجود دارد و همانطور که متوجه شدیم افسانه‌ها و باورهای اشتباهی نیز وجود دارد، اما با توجه به دنیای درونی و ناپایداری آن شاید بتوان به خوشبختی از دو دیدگاه دیگر هم نگاه کرد.
اگر خوشبختی تلاش باشد. خوشبختی می تواند نتیجه تلاش فردی و مستقل از وابستگی باشد در مسیری که هنوز به پایان نرسیده است. تلاشی که بسیار شخصی است و نوعی ارضای درونی را برای ما به وجود می آورد. این اتفاقها و برخوردها یا هر آنچه که غیر قابل پیشبینی نیست ما را به چالش می کشد و این چالشها آرام آرام ما را به حس خوشبختی نزدیک تر می کند. ما بیشتر مواقع منتظر هستیم تا مسیر تمام شود تا با مهر تأییدی که به دست می آوریم احساس خوشبختی کنیم، اما درست زمانی که مسیر را تمام می کنیم حسرت آن را می خوریم و شاید آرزو کنیم که ای کاش دوباره به مسیر برگردیم. مسیر قبلی تمام شده، احساس خوشبختی حس نمی شود، پس دوباره مسیر جدیدی را شروع می کنیم به این امید که شاید این بار خوشبختی را حس کنیم. حس کردن خوشبختی، حس کردن مسیری است که خودمان تلاش می‌کنیم تمامش کنیم. اما موضوع اصلاً تمام کردن یا نکردن نیست. موضوع تلاشی است که در مسیر انجام می‌دهیم. این تلاش هر چقدر سخت‌تر باشد و مسیر با چالش‌های بیشتری همراه باشد، احساس خوشبختی عمیق‌تر خواهد بود. مخصوصاً اگر بتوانیم مسیر را به پایان برسانیم. بسیاری از ما خاطرات سختی داشتیم، مثلا امتحانی که سخت بوده و هفته ها درس خوانده ایم و بیخوابی کشیده ایم تا در انتها موفق شویم. در همان فرایندی که برای امتحان تلاش می کردیم، بخشی از ما آرزو می کرده ای کاش زودتر از زیر این فشار خلاص شود و بخشی دیگر در وجود ما لذت مبهم را تجربه می کرده و بیخوابی ها را طاقت می آورده. این لذت مبهم همان احساس ناپایدار و گنگی که خوشبختی نام دارد و دقیقاً تجربه دوباره همین حس مبهم است که ما را وسوسه می کند تا مسیر جدیدی را امتحان کنیم. اگر از مسیر آگاه باشیم، این احساس با تمام ابهامی که دارد عجیب بر درون ما تأثیر می گذارد. هیجان گرم و قابل لمس که آرامش عمیق و در عین حال ناپایداری دارد. تجربه این احساس ما را به کسی که هستیم و ظرفیت واقعی که داریم نزدیک می کند و تلاش های ما را برای کسی که دیگران دوست دارند از ما ببینند کم می کند. تجربه این احساس مسیری که انتخاب می کنیم خوشبختی را برای ما پررنگ تر می کند. البته آگاهی ما از خودمان و ظرفیت هایمان چشم هایمان را بر روی احساس واقعی خوشبختی باز می کند و ما را از بازی های نمایش خوشبختی دیگران دور می کند. از افسانه های دروغین دور می کند، از نمادهای رایج خوشبختی که در رسانه ها تبلیغ می شود هم دور می کند. وقتی به مسیر و تلاش ها آگاه هستیم، قطعاً به این فهم خواهیم رسید که احساس خوشبختی جوششی از درون است، مبهم و غیر قابل تعریف، اما عمیق و در عین حال موقت است. اگر خوشبختی حالتی از آرامش باشد، اگر خوشبختی را نوعی آرامش داشتن بدانیم، تعریف آرامش می تواند ما را به مفهوم خوشبختی نزدیک تر کند. آرامش فاصله دو احساس است. آرامش جریانی آرام و تهی از احساس در بین فواصل احساسهای ما در بدن ما است. آرامش احساس نیست. آرامش یک حالت است. ما وقتی احساس را تجربه می کنیم اتفاقا آرام نیستیم و بیشتر خاطرات آرامش بخشی که داریم احساس خاصی را در بر نگرفته بودند. بسیاری از آدم ها می خواهند عاشق باشند، چون احتمالا فکر می کنند خوشبخت می شوند و این خوشبختی به آنها آرامش می دهد. اما شما وقتی عاشق هستید که آرامش را نمی توانید تجربه کنید. شما وقتی که به شدت در جستجوی خوشبختی هستید که نمی توانید آرام باشید.
آرامش یک حالت است. بعد از تجربه احساسها در بدن، آرامش جریانی آرام و عمیق در فاصله احساس تا تجربه احساس بعدی است. وقتی بدنتان بر روی موج غم یا عشق سوار است، نمیتواند آرام بگیرد و آسوده باشد. در تمام تجربه های احساسی و هیجانی بدن برانگیخته است و اتفاقاً اگر دقیق به خودمان و خاطراتمان نگاه کنیم، آرامش دقیقاً زمانی حس شده که یا تجربه احساس ها تمام شده و یا هیچ احساس خاصی در بدن ما نبوده است. وقتی ما به دنبال کسی می‌گردیم که عشق را حس کنیم و در نهایت احساس کنیم که خوشبختیم، حتی اگر این اتفاق بیفتد، ما به زودی از این حالت سرمستی و خوشبختی خارج خواهیم شد. چون پایدار نیست. هیچ چیز پایدار نیست و خوشبختی بودن مداوم در احساس عشق و دوست داشتن نیست. قرار نیست ما همیشه در لذت و شادی و پایکوبی و عشق باشیم. اصلا دنیایی که ما در آن به دنیا آمده ایم چنین قانونی ندارد. جریان زندگی احساسهای متفاوتی را در ما بیدار می کند و اگر احساسهایی را حس کنیم و به ناپایداری آنها آگاه باشیم، در فواصل و در زمانها بدن ما در آرامش کامل قرار می گیرد. با اینکه این حالت آرامش هم موقت است، اما این حالت ناپایدار یکی از قوی ترین جریانهای شفابخش در درون بدن ماست. فقط کافی است اجازه دهیم از بند افسانه های خوشبختی و تداوم همیشگی و عشق و لذت رها شویم. اجازه دهیم بدنمان شنا کردن را یاد بگیرد و خودش را در استخر مملو و از احساس های متفاوت رها کند. خوشبختی آن چیزی نیست که به دنبالش هستیم یا آنکه آدم‌ها به هزار زور و داستان و عکس و افسانه و فیلم به ما نشان می‌دهند. خوشبختی خود ما هستیم در بدنمان با هزاران تجربه احساسی سخت و زیبا. خوشبختی حالت آرامشی است که گاهی در بین احساس‌هایمان بالا می‌آید و ما را دلگرم می‌کند و انگار در گوشمان زمزمه می‌کند: احساس ها را بپذیر. من جایی در میان این احساس ها دوباره به تو برمیگردم. نگران نباش. حال ما میدانیم جهانی در درونمان وجود دارد که به اصطلاح میتوانیم از کلمه آدم درونی برای شفافتر شدن مفاهیم استفاده کنیم. آدمی درونی در ما وجود دارد که بخشی از خود ماست و جهان درونی من در دستان اوست. و متوجه شدیم که زبان مخصوص خودش را دارد. اما اکنون که رابطه بین خودمان و درونمان حس می کنیم، برای نزدیک شدن به آنچه کاری باید انجام دهیم و رابطه درونی سالم با خودمان چطور می تواند بر روابط بیرونی من تأثیر بگذارد؟ برای نزدیک تر شدن به خودمان، باید ابتدا متوجه شویم چه تصویری از خودمان داریم و با خودمان چطور برخورد می‌کنیم. همه ما ویژگی‌ها و رفتارهایی داریم که دوستشان نداریم. بخش‌هایی از ما آزار می‌دهد و بهتر است اکنون با هم توجه کنیم که چطور با خودمان رفتار می‌کنیم. چگونه در مورد خودمان فکر می‌کنیم؟ اگر نمیتوانیم و پیدا کردن این بخش‌های آزاردهنده در خودتان سخت است و افکار و واکنش‌هایتان نسبت به رفتارهای ناخوشایند دیگران نگاه کنید، افکار ما در مورد دیگران و تحلیل‌هایی که در مورد آدم‌ها داریم میتواند نشان دهنده صفاتی در درون خودمان باشد. صفاتی که به شدت سعی می‌کنیم از آنها فرار کنیم. خشم و تنفر زیاد نسبت به بعضی از ویژگی‌های رفتاری در دیگران، مخصوصاً زمانی که شدت واکنش ما با اتفاقی که رخ داده هماهنگی ندارد و نوع تحلیل‌ها و نگاهی که با آدم‌ها داریم، بزرگترین فرصت برای شناخت درونمان است. شناخت درون هیچگاه ساده نبوده و نیست. چون مجبوریم بخش‌هایی از خودمان را ببینیم که به احتمال زیاد دوستشان نداریم.
و برای ندیدنش آن ویژگی را به صورت افراطی در دیگران می‌بینیم و واکنش نشان می‌دهیم. از هر آنچه به شدت متنفریم در رنج هستیم. ما از ویژگی‌هایی در آدم‌ها متنفریم که به نوعی از همان ویژگی‌ها رنج می‌بریم یا با آن ویژگی‌ها زخمی شده‌ایم و یا با همان ویژگی با دیگران رفتار می‌کنیم و متوجه نیستیم. اما تمام سعی خود را می کنیم که آنها را نبینیم و تا زمانی که تمام تلاشمان را می کنیم تا دیگران در خشمها و تحلیلهای ما مقصر، گناهکار و تنفرآمیز باشند، نمی توانیم از رنجهای درونمان خلاص شویم. لازمه رها شدن از رنجها دیدن ویژگیهای درونی ناخوشایندمان است. به جملات، تحلیل‌ها و نوع نگاهمان در خشم‌هایمان و نوع به تصویر کشیدن آن آدم‌ها در داستان‌هایمان نگاه کنیم. جملات تکرار شونده را پیدا کنیم. با کمک این جملات به درونمان نزدیک می‌شویم. اگر تصمیم بگیریم که خود را بشناسیم، راه سختی را شروع خواهیم کرد. راه سختی که فقط با صادق بودن و بررسی افکار ما نسبت به دیگران میتواند به رهایی ما کمک کند. رهایی از کوری خودمان در مورد واقعیت درونیمان. ذره‌بین نکته سنج و تحلیلگری که در دست داریم تا اشتباه و ویژگی‌های بد دیگران را پیدا کنیم و نقد کنیم و اگر جرأت داشته باشیم و بتوانیم ویژگی‌های ناخوشایند خود را ببینیم، دوست داشتن خودمان شروع می‌شود. دوست داشتن واقعی خود را ببینیم. دوست داشتن خود شروع می شود که متوجه می شویم چقدر از برخی ویژگی های درونی ما ناراضی هستیم و این شروع پذیرش درون ما است. این پذیرش ما را با خود مهربان می کند و حتی ما را با دیگران در صلح و آرامش قرار می دهد. چون متوجه می شویم که چقدر در درون همه ما ویژگی های متعارض و سختی وجود دارد و چقدر با همین ویژگی ها به یکدیگر حمله کرده ایم و به ما حمله شده است. دوست داشتن خود پذیرش خود است. ما با پذیرش خود در صلح قرار می گیریم و از همین صلح درونی تغییر آغاز می شود. تغییر ویژگی هایی که دوستشان نداریم به رفتارهای بالغتر و همدلانه تر. حالا تمرین ما این است که ببینیم با دیدن بخش های ناخوش خود چطور در مورد خودمان فکر می کنیم؟ آیا سرزنش می کنیم؟ آیا هر لحظه خودمان را قضاوت می کنیم؟ آیا شبیه مادر و پدری نامهربان شروع به کتک زدن و آزار و تمسخر خودمان می کنیم؟ آیا کم صبر و ناآرام در مقابل خودمان هستیم؟ تمام این سوال ها به ما نشان می دهد که چطور با خودمان رفتار می کنیم. ما برای آنکه بتوانیم روابط پایدار و صمیمانه ای را تجربه کنیم، ابتدا باید به خود با تمام ویژگی هایی که داریم مهر ببرزیم. آنگاه متوجه ارزش خودمان می شویم و می توانیم روابط آسیبزا را شناسایی کنیم و می توانیم بهترین تصمیم ها را برای خود و روابطی که داریم بگیریم. وقتی خود را دوست داشته باشیم، می توانیم با ملایمت و صبر ویژگی هایی که دوست نداریم در خود تغییر دهیم. یادمان نرود هر تغییر رفتار و ویژگی به عشق و ملایمت احتیاج دارد، نه سرزنش و کتک. دوست داشتن خودمان و شروع تغییرات. خودتان را تصور کنید. اگر نمی توانید صورتتان را به یاد آورید، از عکس‌های کودکیتان کمک بگیرید. برگردید به گذشته. از کودکی تا امروز را مرور کنید. شبیه به آدمی که خارج از خود ایستاده و فیلم زندگیش را مرور می کند. به صورت خودتان در کودکی نگاه کنید. به چشمها و فرم موهایتان. به جزئیاتی که مال شماست و انگار توجهی به آنها نداشته اید.
و رفتارها و ویژگی‌هایتان نگاهی بیندازید و سعی کنید خود را حس کنید. در تمام این سالها، در تمام فراز و نشیب‌های زندگی، در تمام تصمیم‌های درست و نادرست زندگیتان به چشم‌های خود نگاه کنید و اجازه دهید عشق جاری شود. شاید باید تمام این سالها را تجربه می کردم تا جایی در مسیر زندگی با تو برخورد کنم. روزی که پیدات کردم درست شبیه همان زمانی بود که گمت کرده بودم. ترسیده و زخمی. تصویر مدتها بود از ذهنم پاک شده بود، اما چشمانت را شناختم، همان چشمان زیبای آشنا. دوباره با چشم‌هایی برخورد کردم که امن‌ترین و البته غمگین‌ترین نگاه جهان را داشت، همچون همیشه منتظرم بوده و غمگین از گمگشتگی طولانیش. به سمتت آمدم و آن لحظه تنها حسی که داشتم عشقی عمیق و بسیار قدیمی بود به تو و به وجودت. همان لحظه تمام زندگیم را مرور کردم و تو را دیدم که در هر خاطره‌ای حضور داشته ای، اما انگار نمی‌خواستم حضورت را ببینم. تو را دیدم که چگونه با صبر و امیدواری تا اینجا را ادامه داده ای، دوام می‌آوردی، درست همان زمانهایی که فکر می‌کردم هیچ ادامه‌ای وجود نخواهد داشت. شاهد بودم که چگونه با اینکه نادیده‌ات می‌گرفتم تلاش می‌کردم دیده شوی و به من بگویی درد هم عبور می‌کند، من کنارت هستم، اما من سال‌ها صدایت را نشنیدم و سال‌ها با انکار حضور تو وارد رابطه‌ها شدم و فقط تو می‌دانی که حتی در رابطه‌ها چقدر تنها بودم. همیشه می دانستم جای خالی در قلبم وجود دارد و انگار آدم ها و رابطه ها نمی توانند آنها را پر کنند و لحظه ای که پیدا کردم جای خالی پر شد.